جناب آقای سلطانی، روز دوم جشنواره است. خسته نباشید و از حال هوای جشنواره امسال بگید. حالا هواش که خوب بوده، مرسی، ممنون. فکر کنم که خب خیلی شلوغ بوده امسال جشنواره. طبق معمول روند سال گذشته بازم بزرگتر شده. امسال خوشحال بودیم که سالن شماره 1 تیفو داشتیم به جای سالن 2، که خب ظرفیتش 150 نفر بیشتره، جمعیت بیشتری داریم. فیلم همه میدانند آقای فرهادی در واقع باعث این موضوع شد که ما سویچ کنیم و بیایم، و خب به تبع اون همه فیلم ها هم اومدن سالن بزرگتر و خیلی مردم ظاهرا خوشبختانه استقبال کردن. خوشحالیم که همه اینجا هستن. ایجیو هم خوب بود، اون ونیو دوم هم فیلم های هنری تر رو اون شاید گذاشتیم اونجا که استقبال خیلی خوبی شده ازشون. یعنی تفکیک فیلم ها دلیل خاصی داشته، برنامه‌ریزی خاصی داشته، فیلم های گیشه‌ای بیشتر اومدن اینجا؟ نه لزوما اینطوری نبوده تفکیکش. شاید فقط وای به اینکه کدوم سالن کدوم فیلم بیشتر بهش میخوره برای اون مد نظر بوده، ولی نه عملا اینطوری نبوده. سالن ایجیان خب خیلی سالن بزرگیه و خیلی ونیو قشنگه. به هر حال آرت گالری اونتاریو یکی از بهترین آرت گالری های دنیاست و خب اونجا همین که ما اونجا برنامه داریم برامون باعث افتخاره. امروز هم فیلم هندی و هرمز اونجا، فیلم هنری خیلی قشنگی بود که مخاطب ها واقعا دوست داشتن، و هم خیلی برنامه فکر کنم باشکوهی با آقای میلاد کیمرام اونجا برگزار شد که خوشبختانه باز استقبال خوب. علاوه بر این که گفتین حالا سینما سالن 1 رو در اختیار دارین، چه تغییرات دیگه داره نسبت به سال گذشته و سالهای قبل تر این جشنواره امسال؟ جشنواره امسال میگم از نظر تعداد مخاطب باز روند رشد داشته نسبت به سال پیش، ولی ما خیلی خوشحال بودیم که هم فیلم کوتاه امسال اضافه کردیم به برنامه فستیوال، دو تا فیلم کوتاه نشون دادیم هم توی برنامه افتتاحیه فستیوال و هم در اختتامیه خواهد بود. امروز قبل از فیلم هندی هرمز هم فیلم کوتاه پخش شد. سعی بر این داشتیم که هم فیلمایی که راجع به ایران شاید هستن ولی حتی کارگردانش ایرانی نباشه، و هم فیلمایی که کارگردان ایرانی خارج از ایران میسازن رو نشون بدیم. موفقیت آمیز بود خوشبختانه این تلاشمون، و فیلم آقای فرهادی خب در اسپانیا، فیلم چارمر تو دانمارک ساخته شده، اینا رو داشتیم، و فیلم کوتاه Someone Who's Not Like Anyone کارگردانش اصلا ایرانی نیست ولی فیلم در ایران ساخته شده. اینا خب برای ما همه جالب بود که از این لحاظ از بعد هنری فستیوال رو گسترده بکنیم. و خب فیلم هایی هم که نشون دادیم، همین دوتا فیلمی که مثال زدم، امیر و هندی و هرمز، اینا مثلا هر دو فیلم های بسیار خلاقانه ای هستن، فیلم های متفاوتی هستن. مخاطب امروز فیلم امیر رو دید واقعا باور نمیکرد که همچین فیلم های در ایران ساخته میشه، و خب این برای ما خیلی ارزشمنده. دوم فیلم کوتاهی که گفتین اسمش چی بود؟ فیلم کوتاه سیمور بود که جشنواره رو باهاش باز کردیم، فیلم آقای کیوان طاهایی و بنفشه طاهریان. فیلم دوم اسمش هست Someone Who's Not Like Anyone. هم که فرمودید تو ایران، بله، در برنامه اختتامیه‌مون هم دوباره پخش خواهد شد. فراخوان عمومی داده بودید برای فیلم‌های کوتاه که افراد؟ بله، ما فراخوان عمومی برای همه فیلم‌ها داده بودیم، هم فیلم کوتاه هم فیلم‌های بلند، و هر کسی که علاقه‌مند بود فیلم‌هاشو برام فرستادن، و تیم پروگرامینگ فستیوال از چند ماه پیش فیلم‌ها رو خوب نگاه کردن، هم کوتاه هم بلند، و انتخاب کردن. چه ملاکی براتون مهم بوده در انتخاب فیلم‌های کوتاه؟ ملاک این که خب ارزش هنری فیلم مسلماً برای ما ملاک بوده، چه کوتاه چه بلند همیشه برای تیم انتخاب فیلممون همین مسئله ارزش هنری فیلم ها بوده. ولی چیزی که ما برامون خیلی مهمه اینه که مخاطبی که میاد سینما ایران یک تجربه کلی از سینما ایران، یک دید کلی نسبت به سینما ایران دستش بیاد. یعنی اگر فستیوالی باشه که همه فیلم ها گیشه ای هستن یا هنری هستن یا فیلم های مثلا شهری یا روستایی هستن، اینا این به نظر من قشنگ نیست، چون در واقع وسعت سینمای ایران، انواع فیلمایی که ساخته میشه خیلی زیاده. ما مستندساز قوی داریم، ما کمدی قوی داریم، درام قوی داریم، الان ژانرهای مختلف ساخته میشه، و سعیمون این بوده که همه این فیلم‌ها رپرزنت بشن توی فستیوال. در واقع به تبع اون فیلم‌های کوتاه هم همینطوری بوده. فیلم خانم طاهریان، آقای طاهایی، خب فیلمی هم هست که توی تورنتو ساخته شده، راجع به کامیونیتی ایرانی مهاجر در تورنتو. استقبال بی‌نظیری واقعا از این فیلم شد توی سکرینینگ شب گذشته. شهردار تورنتو خیلی استقبال کرد از این فیلم، و خب مخاطب واقعا دوست داشتن. ما امروز از صبح شاید مثلا 5-6 نفر از من فقط پرسیدن که این فیلمو کجا میتونن ببینن الان، حالا لینکش و اینا. اینه که معیار همین بوده که فیلمایی انتخاب کنیم که انقدر ارزشمند باشن مخاطب بخواد دوباره و دوباره ببینه این فیلمو. ارزش از چه نظر؟ یعنی که این فیلم ها باید قبلا در جشنواره برنده شده باشن، یا اینکه یک نکته مثبتی از نظر ارائه در جشنواره معتبر داشته باشن، یا چه ارزشی؟
ببینید ما ارزش هنری از دید خود، یعنی خوشبختانه ما مستقل عمل میکنیم و تیم پروگرامینگمون فیلم ها رو همه رو میبینه، حالا چه فیلمی باشه که بزرگترین اسم داشته باشه و بزرگترین ستاره ها یا اینکه اصلا اینطوری نباشه، و هدفمون هم همین بوده. یعنی اگر فیلمی مثل فیلم آقای فرهادی، فیلم آقای پناهی، خب اینا در فستیوال کن اوپنینگ فیلم بودن یا جایزه بردن، خب تو فستیوال ما هستن. فیلم هایی هم داریم که ورلد پرمیرش اینجا و اولین سکرینینگش اینجا انجام میشه. فیلم هایی بود مثل فیلم آقای علی مردانی کولومبوس که اوپنینگ فستیوال ما بود، خب یک اکران بیشتر جای دیگه نداشته و اینا برای ما همش ارزشمنده. چیزی که برای ما مهمه اینه که تیم پروگرامینگ مستقل فیلم ها رو ببینه و تشخیص بده که چه فیلمی ارزش داره که پخش بشه تو فستیوال. قرار نیست که بخشی برای فیلم های مستند تدارک ببینید که فیلم های مستند هم بتونن دیده بشن، چون خیلی فرصت دیده شدن ندارن. هدفمون بوده در سالهای گذشته هم فیلم های مستند یکی دو بار نشون دادیم، متاسفانه امسال شرایطش پیش نیامد که این فیلم مستندی داشته باشیم، ولی من بازم پیشنهاد میکنم اگر که هر فیلم سازی این مصاحبه رو میبینه و فیلم های مستند دارن، ما خوشحال میشیم همه اون فیلم ها رو نگاه میکنیم و در سالهای آینده حتما تو برنامه هست که مستند ها به فستیوال برگرده. خیلی متشکرم. ما فردا شب روز اختتامیه هم باز در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنون. مرسی.